تشخیص هدف اصلی خطا تو سیستما بهترین کارایی رو برای اپراتور در صحنه اصلی میتونه فراهم کنه که اینجا الان توضیح میدیم. چنین شرایطی رو اپراتور میتونه به سادگی تشخیص بده. الان بکنید این تصویری که گرفته شده در از اپراتور با ویدیای 55 ترشد 45 گرفته. 11 پایین رو ما بنابر ویدیای 55 میدیم، پایین رو صفر میکنیم، بالا رو بر روی 20 ترشد 45 قرار میدیم. بعد میایم کد عددی 10 رو از ترشد 25 انتخاب میکنیم که جدا کنیم منابع اضافه رو. ببینید ما اینجا ترشد 20 رو داده بودیم، ما نیومدیم مستقیم رو 10 رو بدیم، اول 20 بعد 10. این روش اولیه تشخیص اهداف در ترشد 45 در صحنه اصلی کاره. حالا اینجا اینترپرت از یک تا اینترپرت های دیگه میتونیم به همین روش بریم تا دوقلو رو در نهایت بده. اینجا با یک میزنیم، یک این پاسخو میده. حالا میاریمش پایین تر، از سیگنال بالا یک رو بهش میدیم و دو صفرش میکنیم. خب شکلی که میاد منظم نیست، اولا مبهمه، خب خوبه ولی منظم نیست. آینتی سایز 5 که میزنیم یه مثلث از تغییرات زمین رو داریم متقابلا، چون این ور اونورش پیوسته به اینه. یه لکه رنگ منظم داریم اینجا، داریم یه دونه هم در اینجا داریم. این جای لکه رنگا رو اول داشته باشید که کجاها قرار دارن. خب اینجا ما یه روش داریم که میخوایم بریم از پول تپ ها و پایین دست پول تپ ها کمک بگیریم. این تا اینجا. پس اینجا اگه ما بیایم اینجا از این نوع ترکیب INT ها استفاده کنیم، مثل INT سایز 3، بعد ما بیایم اینجا این روش شکلی رو استفاده کنیم، این دو لکه رنگ شبیه هم نبودن دیگه. خب اینجا ما یه ترکیبی از لکه رنگ های منظم دوقلو رو کنار هم میگیریم، میگیم خب این در زمان تمرین میتونه هدف باشه، قابل قبوله، ولی آیا در صحنه اصلی کارم به همین صورته؟ خب اینو برمیگردونیم، میریم از منابع غیر متعارف بهره ببریم، چون این شکل لکه رنگاش اینه هم نبودن، دوتاش هر کدومش مجزا بود. یه روش اینه که هفت پایین رو انتخاب میکنیم، در پول تپ ها اوکی میدیم، در اعداد پول تپ ویدی آی. خب میایم 10 رو بهش میدیم، از ترشورد 25 کمک میگیریم که در اصل برای تشخیص تغییر ترشولده، که اگه ترشولد تغییر کنه ما لکه رنگی بگیریم در همون جایی که اون لکه رنگ رو گرفته بودیم، یعنی اون هدفه نبود. ما تو تصویر قبلی یه لکه رنگ اینجا داشتیم، یه دونه اینجا داشتیم. حالا 10 رو بهش میدیم، تغییر حالت میده. بعد که 10 رو بهش دادیم، میایم طبق شرایط پول تپا 5 رو بهش میدیم. بعد از 5 ما میایم در اینجا عدد 1 رو بهش میدیم و بعد میایم در اینجا 2 صفرش میکنیم. خب یه لکه رنگ منظم در همون جایی به دست میاد که تو تصویر اولیه یه تک لکه اینجا بود، یه دونه اینجا بود، حالا اینجا یه رو گرفتیم. الان آینتی سایز 5 میدیم، منظم نشون میده که این یک هدف غیر متعارف یا یک هدفی هست که از منابع دیگه، یا رسهای پخته یا سیلیکات آلومینیوم یا کربن ها یا منابع مانند زغال هاست. خب حتی اینجا اینو به ما پاسخ داد که اون لکه رنگ اولی که دوقلو گرفته بودیم هم شکل نبود، هدف اصلیه نیست. حالا روش دیگه که میخوایم این رو تاییدیش رو بگیریم، چون اون تایید نشده بود هدفه، چون هم شکل هم نبودن برای صحنه اصلی کار. حالا ما میتونیم بیایم اینجا 5 پایین رو انتخاب بکنیم. بعد از انتخاب 5 پایین میتونیم پایین رو صفر کنیم. 5 پایین رو 25 هست، نزدیک به پول تپ هاست، منابعی در کرومیت ها، کروم ها یا امثال اینها هستن که سیلیکات آلومینیوم هم جزو اینهاست که خود روس ها یا روس های پخته هم در دسته سیلیکات های آلومینیوم. 10 رو بهش میدیم برابر همون ترشولد 25، با اینکه ترشولد اصلی 20 بوده، ما میخوایم این جدا سازی کنیم، جای لکه رنگا که دو جای خودشون وقتی میان تک میان، یعنی اصلا با اون تنظیمه نمیخونه، اون هدف اصلی نیست. کد 10 رو برابر ترشولد 25 بهش میدیم، میاریم پایین 1 رو بهش میدیم و حالا میایم اینجا 1 رو که دادیم میتونیم مستقیم بریم تو سف یا اینترپولیت 1ش کنیم. اینترپولیت 1ش کنیم جاشو درست‌تر نشون میده، سر جای اصلیش میاد. حالا اینو میایم 2 صفرش میکنیم، چیز خاصی نداده. آینتی سایز 5 که میده یه مثلث اینجا همون جایی میاد که اون لکه رنگ منظمه اومد که گفتیم زمان تمرین میتونه عین هدف اصلی باشه و قابل قبوله، ولی در صحنه اصلی کار میگه من تغییراتی از منابع دیگه ای به غیر هدف اصلی هم. ببینید بهتر از این سیستمی در دنیا نیست که بتونید شما تکنیکی داشته باشید لکه رنگا رو جدا کنید،
بی خودی کارهای بیفایده انجام ندید، هدف اصلی رو از منابع دیگه جدا سازی کنید. این لکرنگ هم جای همون لکرنگ اولیه اومد. این یکی از بهترین کیفیت های تشخیص منابعیه که در اینجا بوده که ربطی هم به هدف اصلی نداره. البته اگه اون دو قول اصلی هم میمد، شما واسه اینکه بهتر تشخیص بدید میتونستی این روش ها استفاده بکنید. اینا حسن این سیستم هاست که موجب میشه جلوگیری کنه خطا و صرف هزینه و وقت بیخودی.